بچا سلام امروز با هم میخوایم یه آهنگ کار بکنیم آهنگی که میخوایم کار بکنیم آهنگ ایزی آن می از ادل هست و میدونم خیلی ازتون طرفدار ادل هستین این آلبوم برای بچه‌ش خونده چون از شوهرش جدا شده و داره برای بچه‌ش توضیح میده که چرا جدا شده ببین چه شانسی داره حالا توی این آهنگش داره توضیح میده که چرا جدا شده و میخواد برای بچهش بگه بنابراین این استعاره ها و کنایایی که میبینید با این دید ببینید که از شوهرش جدا شده و میخواد به بچهش توضیح بده بریم با هم گوش کنیم آهنگا و با هم تفسیرش بکنیم نکته ای که راجع به آهنگا همیشه باید بدونید اینه که من آهنگ کامل رو توی کانال تلگرامم که اینجا گذاشتم میبینید اینجا کاملش رو میتونید دریافت بکنید اما من توی کانال یوتیوب به خاطر حق کپی رایت نمیتونم بیشتر از سانی از اون بذارم برای همین اینجا بیشتر ترجمهش میکنیم و یه سری کلمات یاد بهتون میدم و یه سری گرامرها و کلا عشق میخوام بکنید با این آهنگ بریم با هم بخونیمش <تصح> خب میگه Uh, there ain't no gold in this river. Ain't میتونه خیلی چیزا باشه. میتونه isn't, aren't, am not, don't have, doesn't have. کلن هر چیزی که میخواییم بگیم نیست، ندارم، نبود، نداشتیم همه اینا میشه با ain't و کی استفاده میشه. توی آهنگا خب خیلی استفاده میشه به خاطر اینکه ریتم و قافیه دیگه راحته باهاش توی مکالمه آدمایی که با سوادن استفاده نمیکنن معمولا آدمایی که بی سوادن و نمیتونن از نظر دستور گرامری با همدی تطبیق بدن استفاده میکنن بر همین شما به عنوان زبان آموز از این استفاده نمی کنید ولی اگه شنیدید بدونید به چه معناست خب میگه که توی این رودخونه طلایی وجود نداره که من دستامو توش همیشه می شستم ببین میگه که حالا اگه بخوام خیلی باز ادبی تر بگم هیچ طلایی توی این رودخونه که همیشه دستامو توش می شستم نیست و حالا بخوام میگم خودتون دیگه اینجا استعاره ها و کنایه ها رو درک کنید که منظورش اینه که من توی اگه بخواد زندگیش رو به رودخونه تشبیه کرده و زندگی متعهلیش رو با شوهرش و میگه مثلا هیچ فرصت و امیدی در واقع توی این رودخونه نداشتم رودخونه ای که همیشه توش دست همون یعنی کل زندگیم توی این رودخونه بود ولی امیدی دیگه نداشتم به این رابطه و برای همین جدا شدم دیگه این استعاره رو خودتون دیگه درک بکنید و من اینجا بیشتر میخوام راجبه میگم انگلیسیش و گرامرهاش رو این با اتون کار کنم مثلا ببین I have been washing present perfect continuous داره present perfect continuous اینجوری ساخته میشه فائل have has been درست گفتی فعلش ing داره پس شد فائل have has فعلش یه بین داره و بعد فعلش ing درسته یعنی این که من همیشه داشتم دستانو تو اینجا میشستم به این معنی و میگه که I know there is hope in these waters و میدونم که توی این آبها امید هست باز آب رو استعاره بگید از زندگیش میگه که میدونم همیشه توی زندگی زناشویی زندگی حالا نمیدونم ازدواج ها چون الان نمیدونم که ازدواج کرده بوده یا نه بگید. ولی منظورش این که با یه نفر که زندگی میکنی و اینا نمیدونم که میدونم که همیشه امید هست بهش but i can't bring myself to swim when i'm drowning یعنی نمیتونم خودم رو مجبور بکنم به اینکه تو شنا بکنم وقتی که میدونم دارم غرق میشم یعنی میدونم این رابطه تهی نداره و نمیتونم الکی به زور بیام دست و پا بزنم برای اینکه نجاتش بدم پس um, drowning یعنی drowning یعنی قرق شدن I am drowning یعنی دارم قرق میشم In this silence baby توی این سکوت عزیزم به بچهش داره میگه Let me in یعنی منو بذار بیام تو بذار داخل بشم اه, و بفهم در واقع چی دارم میگم Go easy on me Go easy on me یعنی به من با ملایمت برخورد کن به من سخت نگیر به من گیر نده نگو مامان چرا جدا شدی گو ایزی آن می بیبی بیبی بچه ها میتونه هم معنی بچه بده هم معنی عزیزم بده اگه شما دارید با عشقتون دوست دخترتون دوست پسرتون زنتون شوهرتون صحبت میکنید میتونید بهش بگید بیبی اون معنی عزیزم میده ولی برای بچه هم هست دیگه بچه داره و من چون اینو میدونم که برای بچهش خونده برای همین بیبی رو بچه معنی کردم ولی میتونید Uh, عزیزم به هم برداشت بکنید میگه I was still a child یعنی من هنوز یه بچه بودم didn't get the chance uh, فرصت نکردم ببین فرصت نکردم پس باش آشنا بشیم didn't get the chance یعنی فرصت نکردم to feel the world around me دنیای اطراف خودم رو احساس بکنم و تجربه بکنم باز ببین راجع به get the chance مثلا رئیستون میگه که ایمیل رو پاسخ دادی oh, sorry I didn't get the chance to 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 get the didn't the chance یعنی فرصتش رو پیدا نکردم این خیلی خوبه برای مکالمات روزمرهتون سر کار و میگه که I had no time to choose what I chose to do و اصلا فرصتی نداشتم که انتخاب کنم اون چیزایی رو که انتخاب کردم یعنی خیلی نتونستم بهش فکر بکنم خیلی فرصتی رو نداشتم که دنیا اطرافم بشناسم بچه بودم دیگه بی خیال به من سخت نگی. so go easy on me پس با من با ملایمت رفتار کن بهم به گیر نده There ain't no room for things to change. همونجور که بهتون گفتم یعنی اینکه فضایی یا در واقع نو روم روم اینجا اتاق نیست فضا میگه فضایی برای چیزا نیست که عوض بشه وقتی که ما when we are both so deeply stuck in our ways وقتی که ما جفتی خیلی توی مسیر همراه هم گیر افتادیم ستاک به معنی گیر افتادن گرفتار شدن تو ترافیک گیر افتادیم از این میتونید استفاده کنید آسانسور گیر افتادین و هر چیزی که معنی گیر افتادن داشته باشه میتونید از این فل استفاده کنیم میگه وقتی که ما اینقدر عمیقا تو هم گیر افتادیم دیگه فضایی نداریم که بیایم اوضاع رو عوض بکنیم Uh, you can't deny how hard I have tried deny یعنی um, انکار کردم میگه انکار نمیتونی بکنی که چقدر من تلاش خودم رو کردم چقدر سعی کردم که با بابات بمونم چقدر سعی کردم که طلاق uh, نگیرم جدا نشم ولی I changed uh, who I was to put you both first و سعی کردم خودم رو عوض بکنم برای اینکه شما دوتا یعنی تو بابا تو بذارم تو اولویت put you both first both اینجا منظورش شوهرش و بچهش میگه که سعی کردم خودم رو عوض بکنم که شما دوتا رو بذارم تو اولویت but now I give up یعنی دیگه نمیکشم <تصفح> give up یعنی دیگه دست کشیدن ترک کردن رها کردن میگه دیگه نمیکشم <تصفح> دیگه دست کشیدم بنابراین بچه عزیزم به من گیر نده و با من با ملایمت رفتار بکن And I was دوباره میگه میگه بچه بودم و این داره تکرار میشه اما اینجا یه تیکه چیز جدید داره و حالا اون تکرارها رو که خوندین میگه که I had good intentions good intentions intention یعنی نیت میگه نیت خوبی داشتم I had good intentions نیت خوبی داشتم اینو رو میتونی برای آدم های دیگه هم استفاده کنی مثلا she had good intentions یعنی نیتش خوب بود or I have good intentions من نیت خوبی دارم خب اگه حالا یه چیزی گفتم ناراحت شدی I have good intentions منظوری نداشتم قصدی نداشتم نیتم خوب بود and the highest hopes یعنی نیتم خیلی خوب بود خیلی امید داشتم بهترین امیدار داشتم بیشترین امیدار داشتم but I know right now it probably doesn't even show ولی الان فکر میکنم حتی اصلا این نمایشم داده نمیشه نشونم داده نمیشه به خاطر اینکه دیگه از هم جدا شدیم منظورش اینه که آقا من خیلی سعی کردم که با بابات ببونم ولی نشد دیگه خیلی راحت داره به بچهش اینو میگه و من خودم این آهنگ خیلی دوست دارم بچه ها حتما با این آهنگ بخونید تکرار بکنید خیلی آهنگش ساده است متن خیلی ساده و قشنگی داره و بهتون خیلی کمک میکنه که کلمات رو خیلی خوب درک بکنید وقتی که با آهنگ میخونید و این باعث میشه گرامرا رو خیلی بهتر درک بکنید کلمات رو خیلی بهتر درک بکنید و خیلی خوب تو خاطرتون میمونه از این به بعد هر جا دارید میرید این آهنگ رو بذارید گوش بدید بلند بلند بخونید و ویدیوی من رو تماشا بکنید کلمات رو دوباره مرور بکنید با ویدیوی من و دیگه ساسی مانکن گوش ندید منو گوش بدید مرسی که من همراه بودی اگه تا الان به کانال من سبسکرایب نکردی حتما سبسکرایب بکن چون کلی ویدیوی باحال داریم لایک هم یادت نره این پایین بزن کامنت هم بذار و بگو کدوم مفهوم این آهنگ دوست داشتی زودی برگرد